زنجبیل یک گیاه بسیار معروفه که قرنها ازش برای درمان بیماری های رایج استفاده میشه. خواص زنجبیل شامل مبارزه با التهاب، درمان حالت تهوع، رفع درد عضلانی و کاهش درد قاعدگیه. با این حال مصرف این گیاه ممکنه شما را با بعضی عوارض جانبی مواجه کنه که ممکنه براتون مخاطره آمیز باشه. سلام همراهان عزیز، به کانال کپسول خوش اومدید. شریفی هستم، متخصص و کارشناس در حوزه طب سنتی و داره یه مدرک تقضیه از کاردیف یونیورسیتی. در ویدیویی که امروز در کپسول براتون تهیه کردیم قرار عوارض جانبی زنجبیل رو در اختیارتون قرار بدم و میزان توصیه شده رو بهتون بگیم. برای اینکه از عوارض جانبیش با خبر باشید و بدونید آیا از افرادی هستید که منع مصرف این ماده اجازه‌آمیز رو دارید یا نه، تا انتها همراه ما باشید. ممکنه باعث سوزش سر معده بشه. در صورتی که بیش از 4 گرم زنجبیل در روز مصرف کنید، ممکنه دچار سوزش خفیف سر معده بشید. علاوه بر این ممکنه ناراحتی معده و آرق زدن رو هم تجربه کنید. اگه بعد از استفاده از زنجبیل دچار سوزش سر معده شدید، از کپسولش استفاده کنید. مصرف کپسول زنجبیل ممکنه عارضه جانبی ذکر شده را به همراه نداشته باشه. یک مطالعه آمریکایی گزارش کرده افرادی که زنجبیل مصرف کردند دچار سوزش سر معده شدند. در بیشتر مواقع مصرف بیشتر از 5 گرم زنجبیل در روز میتونه این عارضه را به همراه داشته باشه. باعث خونریزی میشه. زنجبیل ممکنه منجر به خونریزی بشه. در حقیقت نه تنها گیاه زنجبیل بلکه هر ترکیبی که حاوی اون باشه عارضه جانبیه که گفتم رو به همراه داره. برخی متخصصان بر این باورن که زنجبیل به علت دارا بودن خواص ضد پلاکت میتونه منجر به خونریزی بشه. برخی افراد باور دارن زنجبیل زمانی که به همراه ترکیبات دیگه مثل شبدر قرمز، میخک، سیر و جینسینگ مصرف بشه میتونه احتمال ابتلا به خونریزی رو افزایش بده. پس افرادی که زخم‌های بهبود نیافته دارن یا خطر خونریزی دارن و انعقاد خون در اونها مشکل داره، در مصرفش باید مراقبت کنن. باعث اسهال میشه. اگه در مصرف زنجبیل زیاده روی کنید، به احتمال زیاد به اسهال مبتلا میشین. زنجبیل یک ترکیب فعال اصلی داره که سرعت عبور غذا از روده رو افزایش میده و منجر به اسهال میشه. اسهال زمانی رخ میده که غذا خیلی سریع در دستگاه گوارش حرکت کنه. این موضوع در مطالعات حیوانی تایید شده و برای تایید بیشتر نیاز به مطالعات انسانی بیشتره. منجر به ناراحتی معده میشه. اگه با شکم خالی زنجبیل مصرف کنید، به دستگاه گوارشتون فشار وارد میشه و شما دچار ناراحتی معده میشین. باور و اعتقاد بر اینه که ماده فعال موجود در زنجبیل معده را تحریک کرده و باعث میشه اسید معده بیشتری تولید بشه. مصرفش ممکنه برای زنان باردار مضر باشه. اگرچه زنجبیل میتونه حالت تهوع دوران بارداری رو کاهش بده، اما اگر در مصرفش زیاده روی بشه با عوارض جانبی همراه خواهد بود. بعضی از متخصصان به این نتیجه رسیدن که مصرف زنجبیل میتونه احتمال سقط جنین رو افزایش بده. مصرف کمتر از 1500 میلی گرم زنجبیل در روز ممکنه خطری برای زنان نداشته باشه، اما مصرف بیش از این میزان براشون خطرناکه. مصرف مکمل زنجبیل در دوز بالا علاوه بر سقط جنین میتونه عوارضی مثل سوزش سر معده و ریفلاکس معده رو نیز به همراه داشته باشه. زنجبیل از طریق کاهش تراکم پلاکت ها میتونه منجر به خونریزی بشه. پس مادرانی که طی زایمان خون زیادی از دست دادن، باید تا چند روز بعد از زایمان از مصرفش جلوگیری کنن. باعث گاز و نفخ میشه. یکی دیگر از عوارض جانبی زنجبیل گاز و نفخه. ممکنه با مصرف چای زنجبیل مشکلات گوارشی خفیفی تجربه کنید. این نوشیدنی در بیشتر مواقع دستگاه گوارش فوقانی رو تحت تأثیر قرار داده و باعث گاز در دستگاه گوارش فوقانی میشه.
کاهش شدید قند خون. زنجبیل معمولا از طریق کاهش سطح قند خون به درمان دیابت کمک میکنه. با این حال مصرفش همراه داروهای تجویز شده برای درمان دیابت ممکنه باعث بروز مشکلاتی بشه. زنجبیل ممکنه اثر بخشی این داروها را افزایش بده و منجر به پایین اومدن شدید سطح قند خون یا هیپوگلیسمی بشه. زنجبیل ممکنه منجر به تحریک دهان بشه. این نوع آلرژی در صورت حساسیت به بعضی از مواد غذایی رخ میده. حساسیت غذایی معمولا گوش، پوست و دهان رو درگیر میکنه. برخی افراد ممکنه بعد از مصرف زنجبیل دچار حساسیت شده و دهنشون شروع به خاریدن کنه. علاوه بر دهان ممکنه به تحریک پوست و چشم هم منجر بشه. یکی دیگر از عارضه های جانبی زنجبیل همین مورده. رایج ترین واکنش آلرژیک به زنجبیل راشیا به صورت پوستیه. از جمله دیگر واکنش های آلرژیک به این گیاه میتونیم خارش چشم، قرمزی پوست و التهاب اون رو اسم ببریم. میزان توصیه شده برای زنجبیل. نشون داده شده که مصرف 1500 میلی گرم زنجبیل در روز حالت تهوع رو درمان میکنه. اگه بیشتر از این زنجبیل رو مصرف کنید ممکنه دچار اون عوارض جانبی که گفتم بشید. برای کودکان بین 2 تا 6 سال توصیه کردن که کمتر از 2 میلی گرم، برای بزرگسالان کمتر از 4 میلی گرم و برای زنان باردار کمتر از 1 میلی گرم. البته قبل از مصرفش حتما تست کنید که آلرژی نداشته باشید و یا اگر بیماری و یا داروی خاصی رو دارید حتما با پزشکتون مشورت کنید. دوستان عزیزم، اگر ویدیو مورد پسندتون بوده لایک فراموش نشه و نظرات با ارزشتون رو توی کامنت ها میخونیم. همیشه سلامت و پر انرژی باشید.